در زمانی قرار گرفتیم که منافع مردم ایران و منافع کشور آمریکا همسو و در کنار هم داره حرکت میکنه، اما این برای همیشه نیست، تا یک زمانی است. این قسمت بسیار مهمه که شما گوش بدید من چی دارم بهتون میگم. در این زمان حساس اگر شما مردم، اگر شما ملت متوجه صحبت های من نشید، به جایی خواهیم رسید که منافع کشور آمریکا دیگه در کنار منافع ملت ایران قرار نخواهد گرفت. اونا سبقت خودشون رو میگیرن، ما در جا خواهیم زد، متوقف خواهیم شد و اونها به منافعشون خواهند رسید، چون خودشون این حکومت رو وارد ایران کردند و خودشون هم میدونن چگونه باید بردش و برابرش ایستاد. و ملت ایران در جا میزنن، مجدداً مینشینن نگاه میکنند که خب چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر متوقف بشید، اگر در جا بزنید، اگر منتظر بمانید، کشورهای دیگه به فکر منافع خودشون بوده و هستن. چیزی هم باید اضافه بکنم، زمانی که قبل از اینکه این برجام بخواد به این شکل بشه، من براتون توضیح دادم و اون فایل رو هم شما همه شنیدید، قبل از اینکه به این روزها برسیم من براتون توضیح دادم کجا قرار خواهید گرفت. امروز هم این چنین توضیحات رو براتون میدم که در آینده متوجه بشید که من در چه زمانی چه چیزهایی رو خدمتون ارائه دادم. وقتی که به صورت مشخص ترامپ از برجام خارج شد و خط نشون کشید برای حکومت اسلامی و ولایت فقیه و 12 فرمانش رو صادر کرد، خب کشورهای اروپایی به این فکر افتادن که آقا منافع ما به خطر میفته. سوالی از برای مردم ایران، چگونه است که کشورهای اروپایی به دنبال منافعشون هست، اما آمریکا اینجا به این شکل میتونه بیاد خط نشون بکشه و حتی منافع کشورهای اروپایی هم در نظر نگیره؟ این یک تاریخ بخش سیاسی داره که من میخوام اینجا کوتاه مختصر براتون توضیح بدم تا متوجه جریانات سیاسی حتی در آمریکا بشید. اونایی که سیاست آمریکا رو دنبال میکنن میدونن که کشور آمریکا به دو قسمت تقسیم شده، جمهوری خواه و طرفداران، حالا بهش میگن دموکرات، اما از دیدگاه من اصلا اینها دموکرات نیستن، بلکه طرز تفکر عجیب و غریبی است، منتها سوء استفاده از باورهای دموکراتیک مردم با نام دموکراسی. حال بماند، بعد از آخرین جنگی که انگلیس ها به پیروزی میرسن در آمریکا، قدرتی میره شکل بگیره در حاکمیت، میتونم بگم کشور آمریکا. در نبرد بودن انگلیس ها با میتونم بگم ناسیونالیست های آمریکایی که قدرت رو در آمریکا چه کسی میتونه صاحب بشه، از همون روزهای نخست پیروزی انگلستان در این کشور که بعدها به این شکلی که امروز دارید میبینید در تبلیغات شکل گرفت، یعنی دموکرات ها و جمهوری خواه. جمهوری خواه جزو ناسیونالیست ترین افرادی هستن که در آمریکا بوده و هستن و فقط براشون منافع آمریکا مطرح بوده و هست. اما عبور از این که کسانی که در حزب دموکرات آمریکا تا به امروز به ریاست رسیدن چی میگن و چه شعارهایی رو میدن، این مسئله رو که دارم به خدمتتون عرض میکنم به صورت مشخص ملموس است و شما میتونید حسش بکنید. منافع حزب دموکرات که به قدرت میرسه در آمریکا با منافع کشور انگلستان همیشه یکی بوده، یعنی خیلی عجیبه براتون بگم. همچنین بعضی از کشورهای اروپایی که زیر سلطه، فرض بگیرید کشور انگلستان هم هستن، یعنی کسانی که در حزب دموکرات آمریکا به قدرت میرسن زیر نظر و حمایت مالی لردهای انگلیسی و فراماسونی قرار گرفتند. حتی شبکه‌های رسانه‌ای اینجا در تصرف اونهاست که قدرت‌های میلیارد دلاری دارند و این کشور رو دیگه به قول معروف is not divided states، میگم is not united states، it's divided states، یعنی دیگه اینجا یک کشوری نیستش به صورت مشخص. کسانی که امروز در آمریکا هستن میتونن این رو لمس بکنن که این قسمت، این کشور به دو قسمت تقسیم شده، به خصوص از زمانی که ترامپ روی کار اومده و میگه فقط منافع آمریکا. در جریان برجام وقتی که ترامپ یک تنه به سمت جلو پیش رفت به عنوان یک ناسیونالیست آمریکایی، منافع فقط کشور آمریکا رو در نظر گرفت. بعد روز اولم شعارش این بود، یعنی تبلیغات گسترده‌ای که علیه ترامپ تا به امروز انجام شده، نقش مستقیمش از طرف کشور انگلستان و حامیان کشور انگلستان و لردهای انگلیسی و فراماسون‌هاست.
که دست بزرگی در حزب دموکرات آمریکا و همچنین رسانه‌های مثل CNN، مثل MSNBC و سایرین داشتن تا بتونن تخریب رو به وجود بیارن. منتها با اسم انسان دوستی، دموکرات بودن، نمیدونم دموکراسی و و و و و